بله. برای خبر دیگه رسیده از این نظر که آژانس ایمنی هوانوردی اروپا حتی هشدار داده که هواپیمای مسافربری که از حریم هوای ایران عبور میکنن در معرض خطر هستند که پدافند هوایی این کشور اشتباهاً میتونه تشخیص بده، همینطور که هواپیمای اوکراینی رو به قول خودشون آمدن اول اصلا انکار کردن ولی گفتن که آمدند و اشتباهاً زدن که غرامتش رو الان دارن پرداخت میکنن هرچی هزینه ای داره. این ایمی به دستور مجتبی خامنه ای زدن اون بالا، شما فکر کردین چی کرده این کارو؟ بله. خودمون برای همین آژانس ایمنی هوانوردی میگه به دلیل خطرناک بودن وضعیت امنیتی و هماهنگی ضعیفی که بین سیستم هوانوردی غیر نظامی و واحدهای نظامی ایران هست، هواپیمای غیر نظامی اشتباهاً تشخیص داده میشه. یعنی تا اندازه‌ای ما رسیدیم که بلوشوی ایجاد شده که از یک طرف اسرائیل عراق و سوریه و تهران و بوشهر رو نتنز و پارچین رو و سینای مطهر رو در حال حاضر آتش داره قرار میده و همینطور در عراق و سوریه اینها از ترس جانشون و از ترس اینی که بیان پاسخگو باشن حتی نمیتونن در مقابل آتش سوزی ها قد علم بکنن، حتی یک فشفشه نمیتونن هوا بکنن، همینطور در عراق و سوریه شاهدش بودیم، در تهران هم همینطور. پدافند رو اگر در نظر بگیرین S-300 ممکنه در اختیار داشته باشن از روسیه گرفتن، ولی همینطور که در 9/11 آمدن و عمل کردن اونها آمده بودن از نظر ایمنی اومده بودن پاسداری و حفاظت میکردن و اونا آمدن با دو تا هواپیما دو تا برج ترید سنتر رو از بالا زدن. الان برعکس شده، اینها منتظر هستن که یک تهاجم هوایی باشه و پدافند هوایی خودشون رو قوی کردن ولی نمیدونن که مردم هستن که در حال حاضر دارن دست در دست اسرائیلی ها CIA و غیره دست به دست مردم بدون اینکه بردن نامی باشن دارن خودجوش عمل میکنن بدون هیچ هماهنگی، حتی هماهنگی هم باشه یا نباشه در به حال ما که نمیدونیم، ولی اهمیت داره اینی که مردم جان به لب رسیده، کارد به استخوان رسیده، دارن هماهنگ میکنن، همون گروه های انتظامی، همون سپاه، ناجا و ارتش با مردم همصف. Hello.